Hello, dear trainees, dear scientists from group number one and two. I'm here with you for Campbell, the biology of Campbell, page number 15, and this is first part of page number 15, the tree of life. Okay, let's go take another look at the skeleton or architecture of the bat's wings in figure 1.90. These wings are not like those of feathered birds. The bat is a mammal. میگه tree of life درخت حیات، یعنی اون درختی که خودمون میگه شجره ناممونا، شجره ناممون چی آب و اجداد تا خود شما رو نشون میده. اینم منظور درخت اینجا هم شجره نامه تمام موجود زنده است. خب take یعنی داشته باشیم، another look، look یعنی نگاه، another دیگری، another look نگاه دیگری at در اسکلتی، اون اسکلت، استخوان‌ها و اسکلت موجود می‌بینیم، اسکلتش یعنی استخوناش. خب آرکیتکچر، بچه نگین آرکیتکترا، آرکیتکچر، آرکیتکچر یعنی همون مهندسی ساخت و ساز، معماری. خب اینجا یعنی همون نوه ساختارشون، اسکلتشون. خب سرهم شدن استخوان‌ها. of as the bats، bat یعنی خفاش، bat wings یعنی بالهای خفاش. این figure 1.19 در شکل 1.19، همین 1.19 بود. این میگه دوباره بیاین به این نگاه کنین بچه، میبینین این خفاش واقعا، ببینین این بالهاش در واقع انگار دسته، انگار دستای جلویشه، یا تو مثلا از بالا به پا، به پای جلوی همون دستشن دیگه، بعضا بهش میگن پای جلو، بعضا میگن دستاش. خب میبینین این انگار مثلا استخونای ناخوناشه، ناخونا چه بگم، ببخشید انگشتاشه، انگشتاش کش اومده بلند شده، بعد بین این استخون انگشتاش، خب یعنی گوش نداره استخون انگشتاش، میبینی انگار گوشتاش کش اومده شده پرده، یعنی بین این انگشتاش رو پوشونده. یعنی قشنگ معلومه مثل مثلا بقیه پرنده ها نیست، چون پرنده ها پر دارن دیگه، از پر پوشیده بالشون. این نه، یه ماهیچه است، انگار که همون مثلا طی سالهای زیاد این گوشت دور استخونای انگشتشون کش اومده تبدیل شده به یه پرده نازک ماهیچه ای که بین انگشت ها قرار گرفته، حکم بال براش پیدا کرده. اوکی Let's continue. میگه چی؟ These wings یعنی این بالها are not، نیستن، like شبیه those یعنی دیگر، یا همون مدلای دیگر of as feathered. بچه feathered یعنی پوشیده از پر و پردار، مثلا میگه یه مرغی که پر داره بهشون میگن چی؟ پرندگان پردار. پس feathered یعنی پردار، پوشیده از پر. بردز هم یعنی پرنده، پرنده های پردار. The bat یعنی همون خفاش is has a mammal، یه پستان داره. خب توتال مینینگ این هایلایت سبز رو بنویسیم، میگه نگاهی دیگر به مهندسی ساختار اسکلت بالهای خفاش در شکل 1.19 بیاندازید. نقطه، بعد نقطه بنویسین این بالهای خفاش مانند بالهای دیگر پرندگان از پر پوشیده نشده است. بچه میبینین نشده است، نقطه. در واقع خفاش یک پستاندار است. گرفتین چی شد؟ چون پستاندار از پر پوشیده نشده. خب let's go to blue highlight. The bat's four limbs thought adapted for flight actually have all the same bones, joints, nerves and blood vessels found in other limbs as diverse as the human arm, the foreleg of a horse and the flipper of a whale. خب میگه the bat's four limbs، بچه four limbs یعنی استخوان‌های پاهای جلو یا همون دست، مثلا تو حیوانات پستاندار، مثلا خودمون انسان ها میگیم دست، دست در واقع پاهای جلوی مامی، چهار دست و پا را بریم از بچه کوچیکا، در واقع دستات حکم پاهای جلویه.
بعضا بهش میگن پاهای جلو، بعضا میگن دست. پس فور لیمز یعنی استخون، تمام اسکلت استخون دست ها یا پاهای جلو، یعنی بدون مای چش در نظر بگیری. توت اگرچه که adopted یعنی سازگار شده، پیشرفته شده، فور برای فلایت پرواز. اکچولی در واقع هف دارد all همه same مشابه bones استخوان ها joints مفاصل nerves همون اعصاب یا رگای عصبی and و blood vessel. vessel یعنی رگ ها، blood خونی، رگ های خونی، blood vessel رگ های خونی. found پیدا می شود این در other limbs، پیدا می شود other limbs یعنی چی؟ در دیگر اسکلت دست و پاها. خب دست بچه لیمز هم فور لیمز، خب یه لیمز داریم یه فور لیمز داری. لیمز یعنی امین اسکلت دست و پای پستانداران. خب اسکلتش ها مای چش در نظر نگیریم. فور لیمز یعنی اسکلت دست یا همون اسکلت پاهای جلوی پستانداران. گرفتین؟ پس به چهار تا دست و پا، حالا پستاندار هشت دست و پا داریم، به اسکلت دست و پاشون میگن لیمز. اگه گفت فور لیمز یعنی پاهای جلوی یا همون دستا، استخونشا، پس استخون دست و پای پستاندار میشه لیمز. از دایورز از یعنی به تنوع، یعنی به همون اندازه متنوع است، به همون اندازه متنوع است. از دایورز قبلا گفتم صفتی بین یه چی میاد، یعنی به همون اندازه، مثلا از اسمال از یعنی به انداز، به همون کوچکی، به همون اندازه کوچکی ها. خب مثلا میگه از کلور، از به همون باهوشی یا به همون اندازه باهوش. یا مثلا میگیم که زهرا از کلور از فاطمه، زهرا به باهوشی فاطمه است، یا زهرا به همون اندازه که فاطمه باهوش است اینم باهوشه. خب human انسان، arm بازو، human arm بازو انسان. the four leg که گفتم یعنی استخوان‌های پاهای جلو یا همون استخوان‌های دست‌های پستانداران. of as a یک، horse as and و the flipper، flipper یعنی باله، و بالای جلوی اینجا منظورشه. of as a whale، whale هم یعنی چی؟ نهنگ. total meaning yellow highlight بنویسین. خب میگه که چی؟ اگرچه که اسکلت دست‌های خفاش برای پرواز کردن تکامل پیدا کرده است، اما در واقع این اسکلت بالهای خفاش دارای تمام استخون‌ها، تمام مفاصل، تمام سیستم های عصبی و تمام رگ های خونی مشابه با اسکلت دست های دیگر پستانداران می باشد، مانند اسکلت های موجود در بازوی انسان یا اسکلت دست های یک اسب و یا اسکلت بالای جلوی یک نهنگ. نقطه. Let's go to yellow highlight. Indeed, all mammalian forelimbs are anatomical variations of a common architecture. یعنی چی؟ Indeed، بیشک، در واقع. All mammalian، همه پستانداران، four limbs یعنی استخوان‌های دست و دست یا استخوان‌های پای جلوی، عادت کردم میگم دست و پا، اینجا میگم دست و پا، آر هستن آناتومیکال، از نظر آناتومی، از نظر ساختاری. خب مثلا اسکلت یه استخوان آناتومیش، قبلا هم براتون گفتم آناتومی چیه. variations تفاوت‌ها، خب تفاوت‌ها یا تنوعات. of از یه common معمول مشترک، اینجا میشه مشترک. architecture هم گفتم یعنی ساختار، ساختار اسکلت بندی معماری. ok
که معماری اینجا نمیتونیم بگیم. خب توتال مینینگش بنویسیم. میگه در واقع استخوان‌های دست‌ها یا گفتیم همان پاهای جلویی همه پستانداران از تغییرات در فرم استخوان‌بندی یک جد مشترک پستاندار به وجود آمدند. نقطه. Let's go to Green Island. According to the Darwinian concept of descent with modification, the shared anatomy of mammalian limbs reflects inheritance of the limb structure from a common ancestor, means the prototype mammal from which all other mammals descended. According to Darwin concept, اون تعریف مفهوم of as descent with modification قبلن هم گفتن descent with modification با هم معنیش کن، یعنی اصلاح نژاد، اصلاح موجود زنده، پیشرفته شدن یک موجود زنده. خب میشه چی؟ descent with modification. The shared anatomy یعنی اون شکل استخوانی مشترک، shared مشترک، anatomy هم که اون حالا اون ساختار استخوان‌ها، نحوه قرارگیری استخوان‌ها در یک موجود زنده. Of mammalian limbs، limbs هم گفتم یعنی استخوان‌های دست و پای پستانداران، reflects یعنی منعکس می‌کند، برمیگردد به، مربوط است به، inheritance یعنی وراثت، وراثت of as limb structure، ساختار دست و اسکلت دست و پا، from as a common ancestor، جد مشترک. بچه این سوالش میشه what is common ancestor of mammalian، میگه چی؟ prototype mammal میشه چی؟ پروتوتاپ یعنی اون جد اولیه پستانداران. پس پروتوتاپ مامال چیه؟ جد کامون انسستر مامالیا هست، خب پستانداران هستش. خب پروتوتاپ گفتم یعنی جد اولیه مامال پستانداران، from which که all همه other mammals دیگر پستانداران descend، descended یعنی از آن به وجود آمده است، از آن مشتق شده است. توتال مینینگ این گرین هایلایت رو بنویسین. میگه چی؟ بر اساس توضیحات جناب داروین در مورد اصلاح نژاد، بچه اصلاح نژاد اگه نمیفهمین تو پرانتز بنویسین، اصلاح شدن و پیشرفته شدن موجود زنده، شبیه به کاما و بر اساس توضیحات داروین در مورد اصلاح نژاد کاما شبیه به هم بودن ساختار و مدل اسکلت دست و پای پستانداران نشان می‌دهد که ساختار اسکلت دست و پای همه پستانداران از یک جد مشترک پستاندار یا همون پروتوتایپ یا جد اولیه به وجود آمدند. نقطه. پس اینجا خیلی مهم بفهمیم پروتوتایپ پستاندار چیه، یا اصلا کلمه پروتوتایپ یعنی چی. Okay, let's go to blue highlight. The diversity of mammalian forelimbs results from modification by natural selection operating over millions of years in different environmental contexts. میگه the diversity یعنی تنوع یافتن، گسترش یافتن، پیشرفته شدن، بیشتر شدن mammalian forelimbs. گفتم forelimbs یعنی استخوان‌های پاهای جلویی هم، استخوانهای دستای ممالی هم پستانداران، ریزالت منجر شده، به وجود آمده، from as modification یعنی تغییر در جهت پیشرفته شدن، modification اصلاح یافتن، پیشرفته شدن، تغییر یافتن، by توسط natural selection که میدونین انتخاب طبیعی، operating یعنی چی؟ یعنی انجام شده، رخ داده، over یعنی طی millions، میلیون ها of years، از سال، میلیون ها سال،
این در different متفاوت environmental یعنی محیطی سیستمی اکوسیستم محیط context هم یعنی شرایط. خب total meaningش رو بنویسین. میگه تکامل یافتن و متنوع شدن اسکلت دست‌ها یا همون پاهای جلویی پستانداران حاصل پیشرفت شدن موجودات زنده بر اثر پدیده‌ای به نام انتخاب طبیعی می باشد که طی میلیون‌ها سال و در اکوسیستم‌های مختلف با شرایط مختلف رخ داده است. نقطه. Let's go to yellow highlight. Fossils and other evidence corroborate anatomical unity in supporting this view of mammalian descent from a common ancestor. Okay. Fossils. بچه نگین فوسیل. Fossils. Fossils. یا fossils. Fossils یعنی فوسیل ها. And و other دیگر نگین evidence. قبلا هم گفتم نگین evidence. Evidence. Evidence یعنی شواهد. مدارک. این سری شواهد جمعه. Corroborate یعنی تأیید میکند. Corroborate یا corroborate. تأیید میکند. آناتومیکال که گفتیم یعنی آناتومی از نظر اون نوش قرار گرفتن استخونا، مثلا کدوم استخوان کجا قرار بگیره. یونیتی یعنی یکسان، شبیه به هم. این در ساپورتینگ، ساپورت کردن، حمایت کردن، تأیید کردن، تعیین نه تأیید کردن. This in view، این دیدگاه، view دیدگاه، نگاه of از مامالیم از پستانداران descent یعنی مشتق شده اند به وجود آمدن from از یه common ancestor جد مشترک. تو طور میگیش بنویسین. میگه که فسیل ها و دیگر شواهد تاریخی موجود نشان میدهد که ساختار آناتومیکی اسکلت همه پستانداران شبیه به هم میباشد و این شباهت نیز تأیید کننده نظریه داروین می باشد که می گوید همه پستانداران امروزی از یک جد پستاندار مشترک به وجود آمدن. نقطه. تمام. بچه اینم تموم شد. Have a great time. Bye bye for now.